بایدامی خبر 8 باز هم خوش آمدید. امارات اسلامی آماده است برای رفع نگرانی ها و چالش های سیاسی امنیتی و اقتصادی با جامعه جهانی گفتگو کند. مسئولان در امارات اسلامی میگویند که سیاست امارات اسلامی در تشکیل حکومت همشمول حقوق بشر و حقوق زنان و نیز مبارزه با تروریسم در تناقض با اصول بین المللی قرار ندارد. نماینده ناروی در شورای امنیت میگوید که اعضای شورای امنیت موضوع مشترک دارند و هشدار میدهد اگر حکومت سرپرست به خواستهای آنان تمکین نکند به انزوا کشانیده خواهد شد. او میگوید که اگر حکومت جدید میخواهد افغانستان را از مشکلات اقتصادی برهاند، حق آموزش و تحصیل را از مردم افغانستان به شمول دختران نگیرد. صحبت های داریم با مهمان خبر 8 آقای توفیق تماس، آگاه روابط بین الملل از امریکا. روی خط اسکایپ با ما آقای تماس، سلام، خوش آمدید به خبر 8. سلام بر شما. اجازه بدید خبر 8 را از نگرانی ها شروع بکنیم. نگرانی ها از وضع محدودیت بر زنان در افغانستان، فکر میکنید چرا؟ خب ببینین، بیشتر یک برنامه ریزی است برای زدودن یا رخت بستن طالبا از صفحه سیاست افغانستان. بله. چرا امی برنامه را قبلا تجهیز نشد؟ چون وقتی که زمان طالبا آمدن، شما دیدین که اعتصابات سراسری زنای افغانستان اماساساس شد و با یک سرکوب شدید طالبا مواجه شد، ولی وقت دنیا خاموش بود، طبیعتا نظاره میکرد. ولی چون دیده میشه که برنامه برای رفتن طالبا در دست شورای امنیت، در دست شورای منطقوی، حتی نامید شدن طالبا در رابطه با شناخت بین ملی، این خودش دست به دست هم میته و یک وسیله را مساعد میکنه که تا آیسته آیسته این گروه سیاست افغانستان را ترک بکنن و شاید برن. اما چیزی که مهمی است که در رابطه با تغییر عمل کرد خودم تا آخری نقطه را طالبان مقاومت میکنن. شما خشونت بسیار بیرحمانه طالبان را در پنجشیر، در شمال افغانستان، همچنان در سایر نقاط که اینو برخی از افراد ملکی را بازداشت میکنن بدون از اینکه توجیه حقوقی و قانونی داشته باشن، این خود به خود سر و صدا را و همچنان نگرانی را در کشورهای منطقه ایجاد کرده که در رابطه با حل مسئله افغانستان بدکار شد. اما بسیار متاسفانه چون بسیار دیر اینو اقدام کردن، شما 8 ماه دیدین که نه از لحاظ دیپلماتیک و نه از لحاظ شناخت از اینکه حداقل این دولت باید به رسمیت شناخته شود و از این بنبست عملا افغانستان خارج شود. و آل دنیا پس چه پیامدی خواهد داشت آقای تماس زمانی که این محدودیت ها بر زنان با گذشت هر روز بیشتر میشه و شما میگین که قسمت از این کارها برنامه ریزی شده است، پیامدش چه خواهد بود؟ خب برزی که ببینین، طالب ها کنار نمین با جامعه بین المللی، چون ما قبلا هم گفتم که اینا چون نامید شدن و همچنان دنیا نمیتونن با بنبسته که عملا افغانستان در یک نقطه بسیار عطف قرار گرفته، یا ای که باید طالبا سر هم بکنن، متحد شوند و همچنان کنار بین با جامعه بین المللی، همچنان با میارای بین المللی که حداقل افغانستان وضعی از این فاجعه عظیم اقتصادی، شما امروز در بسیاری شورای افغانستان دیدین که عملا نان بر خوردن پیدا نمیشه و کسی جرئت نمیکنه که سرمایه گذاری بکنه در افغانستان با توجه به از اینکه مثلا طالب های گروهی به شدت ایدئولوژیک هستند. همچنان در تغییر وضعیت در افغانستان تا به حال هیچ ابتکار عمل عملا از طالب ها زوده شده، برای اینکه هیچ کس جرات نمی کنه و پیامدش واقعا منفی است، برای اینکه اگر طالب ها باز مقاومت بکنن، خود طبیعتا که افغانستان میره به طرف یک جنگ داخلی میره و تا سر صدای وجود داره که طالب ها میرن از مناطق به شدت سنتی که مثلا از نقطه نظر دید قومی مثلا پکتیا، خوست و جایی که نزدیک بام سرحد پاکستان هستن، بعض مردم ها میرن در شمال افغانستان جای به جای میکنن. این خود به خود مردم بومی افغانستان مجبور میسازه که اینا رخت سفر بسته بکنن و این بکتنش های قومی زیاد دامن میزنه و افغانستان میتونه بره به طرف یک جنگ داخلی مثل سوریه واره. ما شاید افغانستان مانند سوریه شدن ببینیم و این افغانستان آیسا در باطلاق یک جنگ تنش قومی میره و همچنان وقت دنیا کنترل اجتماعی را آیسا در کنترل افغانستان عدیس میتن. از اوضاع بسیار وخیم است تایی که دنیا تصمیم نگیره که اگر میخوایم که واقعا برخ عظیمی از اپوزیسیون یا جبهه مخالف که عملا امروز قد بلند کرده و هم ترشان بسیار خام است. من قبلا در فیسبوک خودم نشته کردم، برای که شما نمیشه هر چقدر که شما مقاومت ها را از یک نقطه شکل بتین، برای که صدای مردم انگیزی از زیر ایجاد بکنین، طالب ها در یک نقطه مصروف شدن بیشتر خشونت بار میشن. مهم ای است که این حرکت ها باید سراسری باشه، ملی باشه و همچنان جامعه بین ملی یک جا
در پشت از این اپوزیسیون استاد شود، درست مانند 11 سپتامبر. برای شما 11 سپتامبر شما دیدین بعد از سال 2001 تا زمانی که دنیا تصمیم نگرفت و بی 52 آمریکا عملا بمبارد نکرد طالبا را، من فکر نمیکنم که جبهه شمال افغانستان اصلا نمیتونستن که موفق شوند و عالم چنین سناریوی زدن میشه. ولی مهم است که هر انکشاف سیاسی که در افغانستان صورت میگیره، رفتن طالبا یا آمدن جبهه مخالف یا جهادی های افغانستان چیزی را تغییر نمیده، در قسمت کمک به اوضاع کار نمیکنه بر بنبست. مهم است که مردم افغانستان در وضعیت افغانستان تغییرات مثبت در زندگی خود ببینن. تحول سیاسی وقت شکل میگیره که عملا مردم افغانستان برن به طرف یک فردای شگوفان. این بسیار مهم است. بفرمایید. ولی اگر آنچه که شما گفتین پیامدهای این محدودیت ها بر زنان اینقدر میتونه خطرساز باشه برای امارات سومی، پس چرا یک چنین تصمیم میره بگیره؟ تحلیل شما چرا نشون میده آقای تماس؟ خب ببینین، برای اینکه نمیشه شما، من یک مثال براتون میدم. آیا میشه که یک مجری برنامه در امرای با چادری به اخبار یا تحلیل بکنن در پشت کمره تلویزیون؟ ما ببینین افغانستان اینا به قرن 17 و 18 میبرن. ما افغانستان امروز داریم که در قرن 21 است. عملا مثلا میبینیم که انکشافات و همچنان از لحاظ تکامل اجتماعی کشورهای دیگه که عملا در پولی افغانستان هستن بر از خب غیر قابل توجیه است که در افغانستان عملا سرکوب میشن. حتی به نقطه خوب شما اشاره کردین، وقتی که امروز خانه تکاملی سیاسی که در پاکستان شکل میگیره، خانم ربانی وزیر خارجه میره به سمت وزارت خارجه ایفا میکنه، یا مثلا ملاله یوسفزای مستحق جایزه نوبل است. این خود به خود نشان میده که از تکامل و چشمگیری شخصیت زن در سایر کشورهایی که آمی طالبا بودن، ولی در افغانستان برعکس. خب چون بتر و سازمان یافته، یک مسئله بسیار عمده است که پاکستانیا و کشورهایی که آمی طالبا پیوسته در کشورهای خود از تکامل زن سخن میزنن، اما گروهی را که عملا حمایت میکنن که عبارت از گروه ایدئولوژیک است یا داعش باشد در افغانستان، عمر پشت میکنن که باز شیوه های بسیار سنتی و عقب مانده که افغانستان به قرنها سابق یعنی که وصل میکنه زیاد تلاش میکنن. از اول از کشورهای دیگه نمیتونن بی تفاوت باقی بمونن. خب پیشتر هم گفتم که سرمایه گذاری یا سیاست گذاری مثلا کانال های دیگه که در تغییر وضعیت در افغانستان کار بکنه و با یک بنبست خوردن. عملا نمیشه که شما مثل افغانستان برید مثلا مانند کره شمالی که در یک انزوای سیاسی بر سالهای متمادی برن. درست. ولی اخیرا امارات اسلامی گفته که برای رفع نگرانی ها و چالش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی حاضر است با جامعه جهانی گفتگو بکنه. در کنار از او مسائل تشکیل حکومت هم شمول حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را هم بسیار برجسته کرده. خب ببینید، طالب ها متاسفانه با یک همیشه پشت پا میزنن. وقتی که در شروع در دهه 90 هم آمدن، اینا میگفتن که حکومت ما سرپرست است، به زودی چهره های سیاسی دیگه را که رنگارنگی اعذاب، تعداد اعذاب و همچنان کسلتگرایی که نرن به طرف توتالیزه شدن نرن، چیزی که در افغانستان در فرهنگ سیاسی افغانستان پیوسته مورد نفوذ ما انتقاد قرار داشت. حتی در دهه 80 زمانی که حزب دموکرات خلق افغانستان بود، چرا پیوسته مثلا زیاد انتقاد و نفوذ بود که کثرت‌گرایی رنگارنگی اعذاب وجود نداشت، در حالی که به شدت مثلا حکومت های قبلی زیادتر قدم میماندن یک جا در تناسب با کشورهای دیگه. اما طالبا برعکس از این کوشش میکنن که از یک قوم، از یک تیم زیادتر در ساختار سیاسی خود باید کسایی را باید بیرن که متحد با وا باشن. حتی کسایی را هم که میخواین که بیرن بسیار نقش سمبولیک و نقش اجرایی را نمیتونه داشته. و از این من فکر میکنم که آله اگر حکومت عمر شمول هم بیایه، یعنی کسایی هم که شما فکر بکنید که آیا کسی میتونه از جبهه شمال به وزیر معارف شوه، خب طبیعتا نمیشه که سه وزارت یا سه کرسی که حداقل بسیار کلیدی است، مثلا وزارت دفاع یا امنیت دولتی یا استخبارات افغانستان یا بسیار میتونن تاثیر گذار باشن در روند همچنان در سیاست گذاری حکومت جدیدی که شکل میگیره. از اون من فکر میکنم که طالبان نمیتونن که کنار بیان و همیشه شانه خالی میکنن و پیوسته خود به خود میبینن که اینا به انزوا رفتن، منزوی شدن و ناامید شدن از شناخته که عملا دنیا میخواست آیسته آیسته اینا رو به رسمیت بشناسن. زمزمه های وجود داشت که روسا یا مثلا ازبکستان یا کشورهای آسیای میانه یا حتی پاکستان وقتی تغییر وضعیت رفت، یک خانه تکانی یک کودتایی شد که عمران خان رفت، توجه زیاد بود که امکان داره که حکومت به رسمیت شناخته شود. اما امروز برعکس کارنامه
معکوس از او شما می دیدن آخر سران استخبارات آمریکا و پاکستان دیروز در واشنگتن بی ارتباط نبینین، چون اینا دارن آهسته آهسته برنامه را طرح‌ریزی میکنن که یا طالب‌ها را مجبور بسازن که با 100 درصدی تغییر فایش در رابطه با عمل کرد خودن با دنیا کنار بیان، منظور با دنیا نه تنها از اینکه مشروعیت خود در داخل کسب بکنن و یا اینکه از سنه باید اینا زدوده شوند. درست، یعنی شما میگین آقای تماس که امارات اسلامی در صحبت ها حرف میزنه ولی عمل نمیکنه در حرفاش، مثلا حتی کارکردهایش را هم شما گفتین که در تناقض با اصول بین الملل است. بله بله طبیعتا، برای اینکه شما بینین یا در شروع هم گفتم که ما وقتی که ما میاییم تنها از دید و از چارچوب اسلام با زنها برخورد میشه، خب در کجای ازی هست که اینا وقتی که برای خانم اجازه نمیتن که بیرون برای و او خانم در خانه خود کس را نمیتونه داشته باشه، یک سرپرست یا مثلا شوهرش کشته میباشه یا برادر نمیداشته باشه، خب بخاطر رفع احتیاج خود این با کدام منطق سیاسی میتونه که امخانی داشته باشه که یک خانمه که در داخل فامیل خود کس را نداشته باشه بخاطر احتیاجات خانه خود و او حق نداره که برای خارج از منزل و برزی که بر تکافوی فامیل یا اطفال خود چیزی را بیاره ذخیره بکنه، پس باید خود خودکشی بکنه خود به خود. مردم اگر چون فرصت برنامه بسیار کم است، اگر بله. همین وضعیت ادامه پیدا بکنه پاسخ جهان چه خواهد بود برای امارت اسلامی؟ من فکر میکنم توسل به عملیات نظامی شاید شد، برای اینکه اینا نمیتونن به اتفاق باقی ببرن، امکانم نداره و همچنان مسئله بسیار دیگه که بسیار تکاندند است بسترسازی گروه های بسیار تروریستی که عملا میتونه تهدید بر دنیا واقع شوه. شما انفجارات اخیره میبینید که آیسا آیسا کنترل اجتماعی از سال بعد بیرون میشه، یا کسایی بودن که در شروع اینا آمدن میگفتن که از ایباد امنیت در و ثبات سیاسی را ما بر مردم افغانستان میریم و ایت کشور تهدید واقع، ولی امروز ما میبینیم که هر روز انفجار از کشتار شما انفجار دیروز دیدین 50 تا 100 نفر کشته میشه، خب پس معلوم میشه که از کنترل طالبا عملا مسئله ثبات سیاسی و امنیت دیگه اساسا رفته دیگه. از این خاطر من فکر میکنم که اینا اصلا مسلط نیستن بر تمام افغانستان و نمیتونن کنترل بکنن گروه های دیگه که عملا آمدن بعد از 15 اگست که طالبا سلطهشان بر مردم افغانستان واقعا چشمگیر شد. امارات اسلامی پاسخش چی خواهد بود آقای تماس؟ بسیار کوتاه لطفا برنامه. خب ببینید امارات اسلامی تنخواد داد به این خواستهای جهان؟ ما فکر نمی کنم، بسیار بعید به نظر میرسه. اینو برای اینکه در بینشان خوب سوال کردیم، من میخوام کوتاه برتان بگم دو ساختار بسیار قدرتمند در بین طالبان وجود داره، بخشش که معتدل است اونا میخوان کنار بیان، ولی کس دیگه که اقانی است اونا به شدت میخوان مقاومت بکنن و این مقاومت آیست آیسته نشانه عزیز که که طالبان آیست آیسته رخت سفر میبندن از افغانستان. ممنون از شما آقای توفیق تماس، آگاه رابطه بین الملل از آمریکا. ممنون از شما آقای تماس. خواهش میکنم. و ممنون که بیننده خبر 8 بودید. سپاسگزار و شب شما خوش.